بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس قم در روز دوشنبه ششم آذر ماه 1402 شاهد برگزاری مراسم عزای فاطمی به مناسبت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز بود. جمعی از شیعیان و مؤمنان شهر مقدس قم و همچنین شخصیت‌های دینی، فرهنگی و حوزوی این شهر در این مکان حضور یافتند تا در کنار مرجع عالی قدر در سوی شهادت مادر امام زمان ارواح نافداه اقامه عزا کنند. اجتماعات و هیئت‌های شیعه مقیم کشورهای مختلف نظیر استرالیا، آلمان، تایلند، فرانسه و انگلیس در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عزاداری و تعظیم شعائر فاطمی پرداختند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، انبوه عاشقان و دوستداران حضرت صدیقه طاهره یاد و خاطره ایشان را در سالروز شهادت آن حضرت گرامی داشتند و خاطر نشان کردند. بشریت باید از ایشان در حمایت از مظلوم و پیروزی بر ظالمان و مستکبران الگوگیری کند. عزاداران در پایان بر ضرورت نشر این سیره نورانی به منظور الهام گرفتن از آرمان‌ها و ارزش‌های والای فاطمی تأکید کردند. اداره مزارهای شیعه و اماکن متبرکه وابسته به سازمان اوقاف شیعیان عراق با انتشار اطلاعیه‌ای از پیشرفت قابل توجه طرح توسعه و بازسازی مقام و مزار امامزاده بکر ابن علی علیه السلام در استان بابل عراق خبر داد. در ادامه اطلاعیه آمده طرح بازسازی و توسعه این مکان مقدس بر اساس معماری اسلامی انجام شده است. این بیانیه در پایان افزوده طرح توسعه طبق زمانبندی مشخص در حال پیشرفت است و تا به این لحظه 55% از طرح توسعه و بازسازی به پایان رسیده است. کانال تلگرامی باشگاه پرسپولیس سه‌شنبه شب 7 آذر ماه با انتشار عکسی از حج عمره بازیکنان این تیم خبر داد. به گزارش خبر ورزشی، نبیل باهویی و یئوروکی گلسیانی، دو بازیکن خارجی و مسیحی پرسپولیس این تیم را در سفر به جده و مکه همراهی نکردند و در ریاض ماندند. تیم پرسپولیس در ادامه لیگ قهرمانان آسیا برای بازی مقابل تیم النصر به عربستان سعودی سفر کرده است. این بازی دوشنبه شب با نتیجه مساوی به پایان رسید. پرسپولیس سه‌شنبه 14 آذر ماه مقابل دوحیل در ورزشگاه آزادی بازی خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل حمایت خود از آفریقا اعلام کرد و گفت این نهاد بین المللی آماده همکاری با اتحادیه آفریقا با هدف تقویت روابط و همکاری هاست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در یک نشست خبری با رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت آفریقا به قربانی دو جانبه بی‌عدالتی تبدیل شده است. نخست بی‌عدالتی تاریخی مرتبط با دوران استعماری و بردهداری و دوم بی‌عدالتی در رابطه با نحوه برقراری روابط قدرت در جهان است که به عنوان مثال در رابطه با قدرت مالی و اقتصادی مشهود است. به افزود آنچه آفریقا بیش از همه با نیاز دارد عدالت در روابط بین المللی است، چون این قاره قربانی بی‌عدالتی و ساختاری در روابط بین المللی ماست. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حمله اخیر در ایالت خیبر پختونخوا با انتشار بیانیه اظهار داشت سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان را احضار کرده است. وزیر خارجه پاکستان در این بیانیه از حکومت کابل خواسته است که حافظ گل بهادر عامل این حمله را بازداشت و به دولت اسلام آباد تحویل دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت کابل اواسط ماه گذشته در واکنش به اظهارات اخیر انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان گفته بود ما مسئول تامین امنیت در کشور شما نیستیم و دولت اسلام آباد باید مشکلات داخلی خودش را خودش حل کند.
به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از آناتولی، باستانشناسان در حفاره های خود اسکلت هایی مربوط به 3200 سال پیش با سی جمجمه که شواهدی از جراحی را نشان می دهد در گورستان منطقه کاتاکوان کشف کردند. به گفته کارشناسان در این منطقه ممکن است بیماری عصبی یا اپیدمی رخ داده باشد و این جراحی ها منجر به بهبودی 60% ساکنان منطقه شده که این امر خود نشان دهنده موفقیت روش های جراحی در آن زمان بوده است. پروفسور هاکان ییلیماز از گروه باستانشناسان اظهار داشت گورستان کانیابکان از نظر شیوع جراحی جمجمه در ترکیه منحصر به فرد است. مؤسسه خیریه مستقل در انگلیس با عنوان سازمان حفاظت از کودکان روز گذشته اظهار داشت به دلیل بحران‌های آب و هوایی در سال 2022 بیش از 27 میلیون کودک در کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات آب و هوایی به گرسنگی کشانده شدند. گفتنی است این رقم افزایش 135% نسبت به سال گذشته‌اش یعنی 2021 را نشان می‌دهد. در این میان کشورهای شاخ آفریقا بیشترین آسیب را دیدند و در رتبه بعدی اتیوپی و سومالی قرار دارند که حدود نیمی از 27 میلیون کودکی را تشکیل می‌دهند که با گرسنگی حاد روبرو هستند. سازمان ملل خواستار افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی شد. یک گروه متخصص اقتصاد سازمان ملل در گزارشی گفتند که سرمایه‌گذاری ناکافی در کشورهای در حال توسعه تلاش‌ها برای کاهش گرمایش جهان را به خطر می‌اندازد. این گروه تخصصی از اجلاس آب و هوایی ملل متحد در امارات خواستار اعمال تغییرات ریشه‌ای در این مورد شده است. سازمان ملل هشدار داده بدون افزایش سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه رسیدن به هدف نگه داشتن دمای زمین در سطح 1.5 درجه امکان پذیر نخواهد بود.